مبارزه به سبک زنانه لیزا بیور فصل سیزدهم هم. مبارزه همراه با زیورالات من همیشه از سنگ ها خوشم می آمده است وقتی بچه بودم اشتیاق فراوانی به جمعوری سنگ داشتم من و دوستم مارسی کف جویبارها را می گشتیم و در میان مسافتی طولانی از سنگ ریزه ها و ریک ها هر جایی که سنگی می دیدیم آنها را جدا می کردیم به یاد می آورم که ساعت ها می نشستیم و سنگریزه هایی را که در گذرگاه همسایه بغلیمان بود علک می کردیم. در زیر آفتاب بعد از ظهر تابستان به امید پیدا کردن مهره های سرخ ها می گشتیم و بالاخره پیدا می کردیم. ما در حال یک مأموریت برای نجات آثار باستانی گم شده بودیم. پیش از اینکه برای همیشه در زیر آسفالت گیر بیفتند و برای همیشه از دست بروند. وقتی جوان بودم عتیق جاد شکار با ارزشی بود. من خیابانها و خانه های خالی بسیاری را برای پیدا کردن سنگ ها و پیکان ها می گشتم. حیات خانه را حفاری می کردم و میان سنگ هایی که برای جدول بندی باخچه به کار رفته بود به دنبال فسیل، سنگ میکا، سلفور آهن و عقیق میگشتم. پول پس انداس کردم و در یک نمایشگاه سنگ نوعی سنگ سیاه آتشفشانی به نام آپاچی و عقیق صورتی خریدم. شکار عتیقه من به سنگ خط نمیشد. یک تابستان ساعتها برای حفاری با انگشت پاهایم در عمق گلولای دریاچه فیریمن وقت صرف کردم. به دنبال صدفهای دریاچه بودم. میدانستم که یک مرواری در بین آنها پنهان شده است. قربانی هایم را از اسکله به یک سطل رنگ انتقال دادم و پدرم را متقاعد کردم که از آنها باید به عنوان حیوان خانگی نگهداری شود. خودم را تصور می کنم که به این صدف گنده غذای ثابت از شن می دادم و در عوض منتظر بودم به من مروارد عالی بدهند. البته همه آنها مردند اما توانستم پدرم را مجاب کنم پیش از اینکه آنها را دور بیاندازد همه را برای یافتن مروارید بازرسی کند برای غلبه کردن بر احساس گناه و تحمل کردن بوی بد آن کناری ایستادم و از دور نگاه کردم وقتی پدرم یکی یکی آنها را با چاقوی نیروی دریاییاش باز می کرد، نشسته و سرم را خم کرده بودم. هنگامی که او صدفها را پاک می کرد، داستانی از صدفهای خوراکی و زن ژاپنی را که قواس مروارید بود برایم تعریف کرد. من آنها را پری دریایی های شجای مجسم می کردم که بدون ترس در آب می پریدن. تا گنج هایی را که کف آب پنهان شده بودند روی آب بیاورند. آنها برای کسانی در آب می پریدن که نمی نفسشان را نگاه دارند. دلم خواست از ته اقیانوس دیدن کنم و از زیبایی های آن اقتباس بگیرم. به آن اندازه که هیجان پیدا کردن مروارید را داشتم به نگاه داشتن آن علاقه من نبودم. همینطور که پدرم صحبت می کرد چاقوی او به جسم سختی در بدن جانور برخود کرد. یک مروارید بود. تقریبا به سایز یک سکه مسطح و به شکل عجیبی بود اما مروارید بود. از خوشی از خود بیخود شده بودم. میدانستم که اگر خوب نگاه می کردیم در میان بوی گند صدف ها زیبایی دیده می شد. پیدا کردن چیزی نادر در میان پیش پا افتاده ها. به نظر می آید یکی از پسرانم نقشه های خیالی مرا در پیدا کردن زیبایی در میان اجسام و وسایل پیش پا افتاده برس برده است. من و جان برای مجمع سالیانه هیئت مدیره به بیرون از شهر رفته بودیم که از خانه تلفن هیجان انگیزی به ما شد. الک ده ساله بود که با نهایت اشتیاق توضیح میداد که چطور سی دلار به دست آورده است. به نظر می آمد که در نبود ما سنگ های حیات پشتی را کنده بود، آنها را با ماشین ظرفشویی شسته بود و بعد به همسایه ای که در حال مستقر شدن در ته کوچه درختی ما بود فروخته بود. دمای هوا زیر صفر درجه بود و من مطمئنم که همسایه ما در سرمای گزنده ماه ژانویه در کلرادو در حال زمین سازی برای پیدا کردن یک فرد فعال بوده است. یک انسان مهربان مشتاقانه به صحبتهای الک درباره ممتازترین در سنگ دنیا گوش داده بود. او این سنگ را به ازای سی دلار خریده بود. من حیرت زده شده بودم. اما پیش از اینکه بخواهم نظری بدهم، آه الک را شنیدم که با پشیمانی گفت مامان من واقعا باید به قیمت بیشتری آن را می فروختم. فکر کنم داخلش یک یاقود کبود بود. به دفعات وقتی خانه ساکت بود و من تنها بودم برای لحظه وحشت زده می شدم. این چه صدایی است که از پایین می آید؟ آن وقت به خاطر می آوردم صدای سنگ تراش است. درباره مراحل کار کمی نگران می شدم. چرا اینقدر طول می کشد؟ از علک و جان میپرسیدم، اما آنها به من اطمینان میدادند که هنوز کار سنگ ها تمام نشده است. سرانجام آن روز بزرگ فرا رسید. به نظر کمی این دلواپسی وجود داشت که کجا می توانستیم سنگ تراش را بگذاریم. نمیشد آن را به زهکش فاضلاب و یا حیات برد. بنابراین تنها راه در کیسه گذاشتن و یک راست به زباله انداختن بود. به سرعت سنگ ها را شستیم و بعد آنها خودشان را نشان دادند. آنها براغ نرم و به طرز خیر کننده کوچکتر از سایز آن سنگ هایی بود که در دستگاه گذاشته بودیم. یکی از آنها به طور خاصی توجه هم را جلب کرد. هفته ها قبل به حالت یک آماتیس بنفش گرد و خاکی سیقل داده شده بود و حالا به شکل یک سنگ کوچک بنفش براغ درآمده بود. وقتی آن را در دستم پشت و رو کردم تا خونکی همه قسمت های هموار آن را احساس کنم حس کردم که روح القدس با من صحبت می کند. سنگی که در دست داری همان ساختار شیمیایی و ملکولی را دارد که یک آماتیس جواهر دارد. اما از نظر ارزش خیلی متفاوتند. این یکی نمی تواند در یک جواهر به کار برود. به این دلیل که لبه و تراش ندارد و آتش هم ندیده است. این سنگ درست مانند فرزندان من می باشد. افرادی هستند که بارها و بارها یک روند را تجربه می کنند تا اینکه تمام تیزیهایشان با تکرار این آزمایش کند شود. من آنها را دوست دارم و آنها متعلق به من هستند. اما چقدر دوست دارم که دوباره آنها را از آتش بگذرانم، تراششان بدهم، خطوطشان را آرایش داده و زیبایی انعکاس دهندگی نور را به ایشان ببخشم. کاملا درست بود. بزرگترین تفاوت میان این سنگ بنفش در دست من و آن آماتیسی که در جواهر به کار می رفت روش آماده سازی و فرایند ساخت آن بود. از آن هنگام همچنان به این مقایسه فکر می کنم. تشنگی برای آتش درباره سنگ هایی که نور را جذب می کنن چیز عجیبی وجود دارد. همانطور که سنم بالاتر رفت برتری سنگ جواهری که آتش دیدن بیشتر برایم آشکار شد. زیبایی آنها برای این نیست که در خانم چالشان کنم. آنها ارزشمند هستند. آنقدر زندگی کردم تا بفهمم که هر چیز زیبایی که در زندگی به وجود آمده است طی فرایندی از آتش گذشته یا تراشی جدی خورده است. بخشا و درس های بسیاری در زندگی هم بودن که خدا قصد داشته یک جواهر تولید کند و من به او اجازه دادم که تنها یک سنگ سیقل خورده بسازد. به جای اینکه تسلیم شوم آبغوره گرفتم و شکایت کردم که زندگی یا خدا منصفانه نیست. زمانهایی بودند که وقتی او از من دعوت می کرد تا کمی نزدیکتر بشوم پس می کشیدم. زمانهای دیگر می چسبیدم به روابطی که او از من میخواست از آنها جدا بشوم. در این های زندگی صدای دامی سنگ تراش از زندگی من به گوش می رسید. در این هی که من در برابر آن زیبایی که می توانست در ازای لحظه تسلیم و اطاعت تحقق پیدا کند مقاومت می کردم او تراشید و تراشید. حقیقت این است که بیشتر زنها مانند سنگها گرانبها و جواهر هستند. معنی و مقصود ما همین است. پیش از اینکه همه شما هیجان زده بشوید و شروع کنید به نقل قول کردن از رساله اول پتروس با گوش جان گوش کنید. من نگفتم که ما قرار بوده است که هر و آز جواهر داشته باشیم یا به زیورالات خود به عنوان میاری درست برای سنجش ارزش خود نگاه کنیم. اما خیلی بیشتر هر دختری با زیبایی جواهرات یک افزایش بهای خدادادی دارد. اگر این سنگ ها برای فرزندانش نبود که از زیر خاک بیرون بیاورند و لذت ببرند، دیگر چرا خدا می باید چنین انبوه سنگ های قیمتی را درون زمین مخفی کند؟ اما یک سنگ بدون جای نگین کار گذاشته شده به چه دردی می خورد؟ در کلام خدا اشاراتی به سنگ های ارزشمند پیدا می کنیم. خدا به سندگران ماهر دستور داد برای هارون سینه بندی چهار گوش بسازن و دوازده سنگ قیمتی را به نشانه دوازده قبیله اسرائیل در قاب طلا جای دهند. خروج فصل سی و آیه ده الا چهارده می فرماید و در آن چهار رسته سنگ نصب کردند. رسته ای از عقیق سرخ و یاقوت زرد و زمرد این بود رسته اول و رسته دوم از بهرمان و یاقوت کبود و عقیق سفید و رسته سوم از عین و یشم و جمسد و رسته چهارم از زبرجد و جزع و یشب در تریسه خود که به دیوارهای تلاهات شده بود و سنگها موافق نامهای بنی اسرائیل دوازده بود. این سنگ ها با چسب قوی به پارچه چسبیده نشدند. هر کدام از آنها با دقت در قاب طلا جای گرفتند. این معرفی نشان داد که نه تنها همه قبیله ها ارزشمندند بلکه از دید او بینظیر و یکتا هستند. من به عنوان فرزند او ایمان دارم که او به این شکل ما را می‌بیند. کتاب ملاکی علاقه خود را به قوم خود اینطور توصیف می ملکی فصل سه آیه 17 الی 18 میفرماید و یهوه سبایوت میگوید که ایشان در آن روزی که من تعیین نمودم ملک خاص من خواهند بود و بر ایشان ترحم خواهم نمود چنان که کسی بر پسرش که او را خدمت میکند ترحم مینماید و شما برگشته در میان عادلان و شریران و در میان کسانی که او را خدمت مینمایند و کسانی که او را خدمت نمی نمایند تشخیص خواهید نمود. خدا چگونه ما را جواهرات خود می سازد؟ به باور من این اتفاق به وسیله نور و آتش ایجاد می شود. زکریا فصل سیزده آیه نه می فرماید یک سوم باقی مانده را از میان آتش می گذرانم و آنها را پاک می کنم. درست مثل طلا و نقره که به وسیله آتش خالص می شوند. ایشان نام مرا خواهند خواند و من آنها را اجابت خواهم نمود. من خواهم گفت اینها قوم من هستند و ایشان خواهند گفت خداوند خدای ماست. آتش ما را پاک میسازد. آتش ارزشمند و گرانبها ها را از پست و فرومای جدا کرده و آنچه نهفته است را آشکار می کند. وقتی نقره حرارت بسیار بالایی می بیند که به حالت مایه درآید توفاله های آن جدا شده و روی سد می آیند. وقتی نخالصی های ما رو می شوند، آنجاست که باید تصمیمی گرفته شود. آیا ما آن نخالصی ها را رها می کنیم یا اینکه آنها را بر می داریم؟ اگر تصمیم بگیریم که بگذاریم نخالصی ها یا توفاله ها در فلز زندگی ما باقی بمانند، وقتی دما پایین بیاید، آنها دوباره نمایان می شوند. این آشکارسازی که آتش آن را انجام می دهد معمولا در خصوصی ترین جای قلب شما اتفاق می افتد. اغلب وقتی در دعا هستیم خدا این نخالصی ها را به ما گوش زد می کند. آتش حقیقت را آشکار می کند. من واقعا از این حقیقت خوشم نمی آید اما به هر حال به این شکل است که آن کسی که شما در آتش هستید همان است که هستید. دلم میخواهد تصور کنم که آنطوری که در تلویزیون ظاهر میشوم معرفی حقیقی از آن کسی است که هستم من نسخه ویراستاری شده خودم را دوست دارم شکلی را که بعد از یک ساعت آرایش به دست متخصص زیبایی و شخصی که میداند چطور موهایم را درست کند پیدا می کنم دوست دارم من نورپردازی مهربانگونه و چیدمان کنترل شده و کف زدن های حضار را دوست دارم اما هیچ کدام از این عناصر ایپای نهانه نهان مرا آشکار نمی کند. وقتی برخوردی با بعضی از بخش زندگی من صورت گیرد معمولا آنگاه این ایپا بیرون می زنند. اشعیا فصل 48 آیه 10 می فرماید اینک تو را قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در کوره مصیبت آزمودم. خیلی دوست داشتم اگر خدا بعضی از قسمت این آیه را اینطور می گفت. من شما را در چشمه های مدنی آب گرم آزمودم. در کتاب استر می خانیم که فصل دو آیه دوازده می چون نوبه هر دختر می رسید که نزد اخشورش پادشاه وارد شود یعنی بعد از آن که آنچه را که برای زنان مرسوم بود که در مدت دوازده ماه کرده شود به همسرم گفتم اگر من هم می توانستم یک سال را تحت مراقبت های زیبایی سپری کنم او هم یک استر می داشت. اما افسوس ما درست مانند استر در چشمه آب مدنی نیستیم. ما در آتش تعریف می شویم و معنی می آبیم. استر پیش از اینکه یک سال تمام را در چشمه مدنی سپری کند آزمایش شده بود و او مرتبا گزینه اطاعت را انتخاب کرده بود یقینا آتش نقصهای ما را آشکار می کند. اما اگر بگذاریم که خدا کار خود را انجام دهد به همان اندازه چیزی زیبا را آشکار می کند. یک بار آخر هفته قرار بود جان در همایشی برای دو کلیسا در سندیگو صحبت کند. من و دو تا از پسرهایمان این فرصت را یافتیم که با او همراه باشیم. ما کالوراد سپرینگ را صبح زود به مقصد کالیفرنیا ترک کردیم و وقتی به هتلمان رسیدیم متوجه شدیم که اتاقهایمان زودتر از شیش الی هشت ساعت دیگر آماده نمی شود. جان با عجله به سمت جلسه اش رفت و ما بیرون رفتیم تا در فاصله ای که برای اتاق منتظر بودیم بهترین استفاده را از وقتمان ببریم. باران می آمد و ما برای خشک ماندن در بیرون و داخل فروشگاه ها سرگردان بودیم و خستگی را از خود می راندیم. یکی از این کارها رفتن به مغازه جواهرات بود که پر از انواع نقره های جالب بود. من یکی از انگشترهایی که سنگ توپاز آبی داشت را برداشتم و بر دستم امتحان کردم. از آن خوشم آمد. درست اندازه بود. می توانست جای خالی آن حلقه توپازم را که شکسته بودم پر کند. آن را به فروشنده پس دادم و تصمیم گرفتم که وقتی جلسه جان تمام شد با آن مغازه برگردم و انگشتر را نشانش بدهم. وقتی جان چند ساعت بعد به ما پیوست، از او پرسیدم که آیا دلش می برایم انگشتری بخرد. غیر از این کمتر از یک ماه قبل، بیستومین سالگرد ازدواجمان هم بود و او در دور ها در استرالیا بود و حتی با هم بیرون هم نرفته بودیم. آیا نمی خواست هدیه خاصی به من بدهد؟ بله احساسم را پنهان می کردم. او موافقت کرد که نگاهی به انگشتر بیاندازد و بعد از نهار همگی به طرف مغازه رفتیم. صاحب مغازه مرا دید و انگشتر را بیرون آورد. آن را دستم کردم و به جان نشان دادم. می بینی چطور سایز دستم است؟ می تواند به جای آن حلقه ای که سنگش را شکستم و همچنین هدیه ای سالگردمان باشد. جان پرسید قیمتش چقدر است؟ فروشنده پاسخ داد چهل و پنج دلار. جان گفت بله می خواهیمش. و معامله را تمام کرد. یک لحظه ترسیدم. چهل و پنج دلار؟ احتمالاً اصل نبود. هدیه اولین بیست سالگی سالگردمان را ارزان فروختم. وقتی داشتم پول آن را پرداخت می کردم، جان تصمیم گرفت بچه ها را ببرد بیرون مغازه. حالا که صاحب مغازه را تنها گیر آورده بودم، تصمیم گرفتم در مورد اصل بودن سنگ بپرسم. از آن خانم به حالت بررسی کردن پرسیدم آیا این یک توپاز آبی اصل است؟ او گفت اصلا توپاز آبی اصل وجود ندارد. حالا دیگر بیشتر گیت شده بودم. از ترس اینکه تکی آکوای شیشه ای یعنی سنگی شفاف به رنگ آبی خریده باشم گفتم اما من از آنها دیدم. او توضیح داد که تمام توپاسا قهوه هستند. زمانی که آنها را در آتش بگذارید، رنگ آنها در حرارت بیرون میزند. او همچنین به شهر این پرداخت که چطور رگه های قهوه تانزانیت پس از تابیدن نور بر آنها تبدیل به آبی و بنفش های زیبا می شون. او شهر داد که چطور سنگ های ارزشمند از دل آتش متولد شدن. من دوباره پرسیدم پس تقلبی نیست؟ او به من اطمینان بخشید که این سنگ به اندازه که یک توپاز آبی می تواند اصل باشد، اصل است. آتش تنها آنچرا که عیب دارد آشکار نمی کند، آنچرا که زیبا است آشکار می کند. چه کسی می تواند تصور کند که رنگ آبی آسمانی آکوا از قهوه بیرون بزند؟ زیبایی در تاریکی سالها پیش یک تکه لعل بنفش مدنی سنگ پوکی که درون آن از مواد بلورین یا مدنی پوشیده شده است داشتم. بیرونش گردار و زنگ زده بود. اگر با آن نگاه می کردید، هرگز حدس نمی زدید که او شکل کریستال بنفش را در خود پوشانده است. هیچ چیز در ظاهر سنگ حتی به طور جزئی زیبایی درون را فاش نمی کند. ظاهر داستان گرما و فشار را می گوید اما داخل آن زیبایی که در مواجه با آتش به دنیا آمده است را آشکار می کند. بیشتر سنگ های جواهر از حفاری مدن به دست می این, این بدان معناست که آنها در محیطی تحت فشار پیش از اینکه بیرون و به روشنایی آورده شوند ساخته می شوند. من مثال زیبای جواهری که در داستان کلاسیک مسیحی پاهای گوزن در ارتفاعات پیدا می شود را خیلی دوست دارم. همینطور که داستان پیش می رود به ماچفرید مرتبا فرصت داده می شود که مذبه از اطاعت و تسلیم شدن به شبان بسازد. هر بار قربانی او پادر در یک سنگ در میان آتش دیده می شود. آن سنگ ها به نظر عادی می رسیدن، اما او آنها را برای یادآوری درسی که از هر کدام از آنها آموخته بود در کیفش جمع می کرد. زمان نامیدی بزرگ رسید که ماچفرید وسوسه می شود سنگها را دور بیاندازد و خود را به خاطر نگه داشتن آنچه بیارزش به نظر می رسید احمق بشمارد. اما بعدا متوجه می شود که همه آنها جواهر قیمتی هستند. درس زیبایی در تاریکی ها و تنهایی های زندگی ما وجود دارد. اطاعت ما زمانهایی که رنج می بریم به ما فرصت می دهد پدر آسمانی را بیشتر از هر زمان دیگر بچشیم. خارج از دشواری هایی که در زمان آزمایش های داریم، خواسته او فراتر از وسایل زیبای مدروز است. حتی با شکوه ترین جواهرات مانند ستاره هند یا الماس امید هم یک زمانی قطعات بی ارزش کربن این سنگ های بدشکل با مهارت تبدیل به جواهرات زیبایی شدند. برای کامل شدن باید برش و تراش میخوردن و سیغل داده میشدن. هنگام تراش دادن مقدار قابل توجهی از سنگ ممکن است از دست برود. اغلب تنها 20 درصد از وزن اولیه سنگ درشت یک جواهر باقی میماند. آیا او جواهری کوچکتر با شفافیتی بیشتر میخواهد یا جواهری بزرگتر با شفافیتی کمتر؟ وقتی تمام مراحل کامل شد، به سختی میتوان باور کرد که جواهر کوچک متقارن و درخشان از یک سنگ زمخت و بیغرینه به وجود آمده است. این روند بسیار شبیه کار شگفتانگیزی است که خدا مایل است در ما انجام دهد. ما چگونه تبدیل به جواهر شدیم؟ اشعیا فصل 61 آیه 10 می‌فرماید: در خداوند شادی بسیار می‌کنم و جان من در خدای خود وجد می‌نماید، زیرا که مرا به جامعه نجات ملبس ساخته ردای عدالت را به من پوشانید چنانکه داماد خیشتن را به تاج آرایش میدهد و عروس خود را به زیورها زینت میبخشد عروسها خود را با جواهرات زینت میدهند این زیورالات هنگامی که ما در رنج ها اطاعت می کنیم به ما هدیه داده می شود. این روندی است که زیبایی را آشکار کرده و ارزش سنگ ها را در سوار شدن بر طلا و نقره آشکار می کند. به عقب برگردید و به سال پیش نگاه کنید. آیا تا به حال از لوازم زینتی که دوام بلند مدتی دارند صرف نظر کرده اید؟ به این دلیل که از روند طولانی ضروری برای به دست آوردن آن ترسیده اید. شاید هم در حالی که در تمام مدت از شما شکایت می شد مراحل آن را تاب آوردید و حال ترس پایان می و به جای یک زنجیر نازک یک گردن بند به دست می آورید. یا شاید شما همین الان هم یک مجموعه جواهرات دارید ولی خودتان خبر ندارید. کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی برای شادی پیش رویش متحمل صلیب شد. در آزمایش های ما کوچک یا بزرگ بسیار تعیین کننده است که ما بگذاریم شادی پیش روی ما قرار بگیرد. می توانید باور کنید که او آماده است تا درد و نامیدی را بردارد و آن را تبدیل به موضوعی زیبا بسازد بیایید با هم دعا کنیم پدر آسمانی به نام عیسی مسیح نزدت می آیم با قدرت روح قدوست از تو می خواهم که سنگهای زندگی مرا برداری و از آنها اشیای زیبایی بسازی مرا به خاطر تمام غرغرها و شکایتهایم ببخش میخواهم زیر سنگ تراش قرار بگیرم. پدر، کار خود را انجام بده. مرا پاک بساز و رنگ بی همتای مرا با آتش مقدست بیرون بیاور. زندگی مرا تراش و مرا در اراده خود قرار بده. چشمان خود را به من بده تا ببینم و وعده زیبایی و قوت خود را در هر مرحله و هر فصل از زندگیم به من ببخش. آمین.